سلام و درود در خدمت تمام دوستان و سروران محترم. اول تبریک میگویم به ماه بزرگداشت زبان و ادبیات فارسی. زبان و ادبیات فارسی برای شب قاره ارزش بسیار زیاد دارد، هم از لحاظ تاریخی، هم از لحاظ فرهنگی، لسانی، ادبی و تمام گوشه های تمدن این منطقه. تقریبا یعنی بیش از 1000 سال است که مردم این منطقه آشنایی مستقیم با زبان و ادبیات فارسی دارند و سهمی در غنی تر ساختن این زبان و این ادبیات داشتند. از زمان ابتدایی ما میبینیم که شاعرانی مثل مسعود ساز سلمان و ابوالفرج رونی و بعدن ما میبینیم خیلی از نویسندگان که از جهان فارسی، از آسیای مرکزی مهاجرت کردند، مثلا علی حجویری اولین کتاب تصوف در زمین فارسی نوشته که در لاهور زندگی کرد، همچنین خیلی از نویسندگان عهد مملوک در قرن 13، 14، 15 به شمول ضیاءالدین برنی و اسامی و دیگران هستند که کتاب ها در فارسی نوشتن. و یک شخصیت بزرگ در آن زمان ما می بینیم مثل امیر خسرو دهلوی و خیلی از هم اثرانش بودن، مثل شهاب الدین محمر، حسن دهلوی، چراغ دهلوی و همچنین بعدن ما میبینیم شخصیتی مثل جمال الدین جمالی. امیر خسرو به خصوص باید ذکر کرد که ایشون در ابتدا پیروی از بزرگان فارسی کرد، مثل خاقانی و به خصوص سعدی که در آن زمان بود و شهرت در شب قاره و هند داشت و حتی می گویند که او را دعوت کرده بودند. در خیر المجالس خود چراغ دهلی در این باره ذکر می کند و تذکره ها نوشته شدند، ملفوظات نوشته شدند. در زمان بعدی در عهد لودیان حکمرانان سعی کردند که حتی بین مردم عامه زبان فارسی متداول بشود و اولین بار اینجا طرف طرح دادن و جمع آوری فرهنگ زبان فارسی توجه شد. خود سکندر لودی که شاعر زبان فارسی بود و گلرخی تخلص می کرد و حتی ما می بینیم که شاعران ایران، خود لسان الغیب حافظ شیرازی از شاعران هند تعریف می کند و به خصوص طرف شعر و شیرینی شعر امیر خسرو دهلوی ذکر می کند و
میگوید که شکر شکن شوند همه توتیان هند، زن قند پارسی که به بنگال میرود. و واقعا شعر امیر خسرو شیرینیش داشته. مثلا غزل معروفش هست، میگوید که آفاق ها گردیده ام، حسن بوتن ورزیده ام، بسیار خوبن دیده ام، اما تو چیز دیگری. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. خسرو غریب است و گدا، افتاد در شهر شما، باید که از بهر خدا سوی غریبن بنگری. و بعدن جمال الدین جمالی که خود آشنایی با جامی داشت و ملاقات کرده بود، خود بوعلی شاه قلندر یکی شاگردان مولانا بود. و بعدن در زمان تیموریان ما می بینیم که این بیشتر یعنی یه جوری مرکز بزرگ فارسی خود هند شد. و دلیلش هم این بود که یه تعداد بزرگ از ایران مهاجرت کردن و اینجا استقبال شدن، پذیرفته شدن توسط پادشاهان تیموری و خانان و عمرای تیموری که از میانه آنا خان خانان بود و خیلی دیگران بودند و شاعران مثل غزالی مشهدی، نظیری نیشاپوری، قومی مشهدی و تابو طالب کلیم و طالب عمولی، غنی کشمیری، خیلی شاعران را می بینیم که در این زمان وجود دارن و شعر فارسی را غنی می سازن. هم در نصر ابوالفضل را می بینیم و خیلی از دیگران هستند. اب مثلا خود شهزادگان تیموری خیلی کارهای بسیار پر ارزش داشتن. مثلا خانوم گلبدن بیگم هست که همایون نامه نوشته و جهانگیر هست که هم شاعر هست و نثرش بسیار ساده و زیبا هست و توزو که جهانگیری نوشته و شاعری چون عرفی هست از شیراز که و نظیری هست. مثلا میگوید که زفر تا به قدم هر کجا که می نگرم، کرشم دامن دل می کشد که جا اینجا هست. و بزرگترین شاعر در این عهد ما میتونیم بگوییم بیدل هست که در زمان اورنگزیب بود و سبک هندی را به اوج رساند و خدمت بسیار بزرگ انجام داده. اما بعد از اون هم شاعران ذوالسان ما میبینیم، مثلا خود آرزو، درد، میر و غالب شاعر بزرگ است. و در آخر حتی در قرن بیستم میبینیم یک شاعر بزرگ فلسوف مثل اقبال که نه تنها شاعر بزرگ است بلکه آشنایی از فلسفه و تاریخ و تمدن کل جهان فارسی و جهان اسلام دارد. و میگوید که مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی بینی، برهمن زاده ای رمز آشنای روم و تبریز است. و امروز هم این این روش، این آشنایی با زبان فارسی و محبت و عشق با زبان فارسی هم ادامه دارد و شعر سرایی هم وجود دارد، آشنایی با این زبان دارد. و همه می دونند که تمام زبان ها، تمام ادبیات هند تحت تاثیر زبان و ادبیات فارسی بوده، چه نثر، چه شعر، چه اصناف و انواع شعری هست و همیشه خواهد داشت. و یک نکته بسیار مهم هست که توسط زبان فارسی
تمام آسیا، تمام اقوام آسیا میتونستن که با یک دیگر آشنا بشوند و متحد بشوند و یک دیگر را بشناسند. به هر حال حرفا زیاد هست، تشکر میکنم از لطف همه شما.